Paolo Maldini. سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به سال جدید، نجاتی جدید و کلان همه چیز جدید امروز و حتی این لباس هم جدیده، یعنی برای اولین بار دارم توی ویدیوها، حداقل یعنی تو استریم پوشیدم ولی تو ویدیو نپوشیده بودم. خلاصه خوش اومدید به این ویدیو. امروز اولین قسمت نجات میلان. تمام سعیم اینه که توی کلن فروردین تعداد زیادی نجات میلان بذارم و شاید حتی نجات میلان داخل خود فروردین ماه سال 1401 توی قرن جدید تموم بشه و یعنی ماه دوم یه تیم جدید داشته باشیم. چرا این کارو میخوام انجام بدم نمیدونم، یه حسی به اومد که بیشتر نجات بذارم توی بازه زمانی کوتاه. شاید هم این کارو نکنم، نمیدونم، ببینیم چی میشه. استقبال بود این کارم میکنیم. قبل از همه اینا اصلا لایک و کامنت این ویدیوتون نره. چرا دارم اینو میگم؟ چون همین الان که دارم این ویدیو رو میگیرم خیلی از بچه‌ها مسافرتن، اینترنت ندارن، یا اگرم داشته باشن کنار خانواده‌ن، قاعدتا و منطقیش هم اینه شاید خیلی نتونن داخل یوتیوب و فضای مجازی باشن. و لایک و کامنت شما چیکار میکنه؟ شمایی که هستی و ویدیو رو میبینی با لایک و کامنتت میتونی یه کاری کنی، این نجات میلانه به 4 نفر دیگه هم نشون داده بشه و یوتیوب بره بگه آقا ببین سمسوی نجاتو میذاره تو سینی، میگه آقا بیا برو ویدیو آرومش میذاره تو سینی قشنگ ویدیو رو میره میگه آقا بفرما ویدیو آقا سمسنو میتونی برو ویدیو آقا سمسنو رو نگاه کن. یه نکته ریز دیگه، عیدتون هم مبارک باشه. نمیدونم گفتم اول ویدیو یا نه، البته اول ویدیو یه تیکه ساختیم که مثلا همیشه معمولاً اوایل نجاتای تیزر خیلی کوتاه میسازیم. و آقا خوش اومدید، خوش اومدید. الان قرار بریم میلانو ببینیم. واقعیت نمیدونم بودجه میلان داخل کریر فیفا 22 چجوریه و همین الان قراره با هم دیگه متوجه بشیم. اینتر 117 میلیونه و میلان 43 میلیون. من یه چیزی بود که برگام ریخت دیدم، قیمت باشگاه و از اون سهامش و اینا هم 620 میلیون دلاره. چرا انقدر کم؟ میلان همین الان یه نکته در موردش بگم، اینه که یه زمانی خیلی بدهی داشت، یعنی مثلا خیلی وضعش خراب بود فکر کنم و اصلا یه وضع نابسامانی داشت، مجبور شد کل ستاره‌هاشو بفروشه. دقیقاً دوران افول میلان از اون موقع شروع شد و الان کم کم داره روپای خودش وای میسته و فکر کنم تایم خوبی هم نجاتشو شروع کردیم. آقا ما میلانو برمی‌داریم. خب بچه اول کار ما معمولا پری سیزن تورنمنت داریم که من معمولا ردش میکنم. دلیلم هم همیشه این بوده، البته بچه جدیدن اینجوری نیست، ولی من قدیم کریر بازی میکردم رو پی سی، اون موقع پی سی فکستنی داشتم و کلا داخلش کریر بازی میکردم. فیفا های خیلی قدیمی هم میشه، حالا من خیلی سنی ندارم، ولی اونجا معمولا پری سیزن تورنمنت مثلا یهو میدیدم دو تا از بازیکن خوبا مصدوم میشدن. الان جدیدا توی فیفا جدیدا مثلا دو سه تا مصدوم نمیشن، ولی اون موقع خیلی از این اتفاقات پیش میومد. ولی میخوام قبول کنم و اینکه قبلا میزد تو چه کشوریه؟ دو تاش اروپاییه، این یکی کجاست؟ صد اوی اروپیام زده. کدوم بیشتر پول میده؟ این بیشتر پول میده، تیماش هم بد نیستن. بذار همینو من قبول کنم و بریم کارو شروع بکنیم. خب بچه خوش اومدید به تیم میلان. همین الان دارید پائولو مالدینی رو میبینید که شده سرمربی میلان. شاید سوال باشه که حسام چجوری؟ من یه دونه آموزش چیت دادم مثل همیشه میگم، ولی باز بچه‌ها سوال میپرسن. ولی خب دیگه منم میگم دیگه، الان اینجا مهدی عکسشو میذاره، اینم پائولو مالدینیه که باس جدید میلان شده. این از تیمیه که ما الان داریم، تیممون خدایی من با اکثریت بچه‌ها حال میکنم، ولی خیلی جا داره، خیلی جا داره، کلی بازیکن جدید میتونیم ببریم و بیاریم. یه سری بازیکن مثلا این بازیکن کاستی خود داخل ویارال هم یه زمانی بازی میکرد، نیستمش، استامینا نداره، بازیکنی که تو تیم من چون معمولا سمس رو پرسی بازی میکنه به تیم حریف اجازه نمیده. من معمولا بازیکن با استامینای بالا خریداری میکنم. و اینکه الانم اولیویه ژیرو رو داریم و زلاتان ابراهیم موویچ. خیلی در مورد زلاتان پرسیدن، سام زلاتان میمونه یا نه؟ زلاتان تا وقتی که بازنشسته نشه داخل باشگاه سعی میکنم نگرشم، چون 40 سالش هم شده زلاتان ابراهیم، یه سال مونده. خب بچه‌ها بریم داخل لیست تیم. من بازیکنایی که همین الان اعلام کنم چه بازیکنایی رو میخوام، چه بازیکنایی رو نمیخوام، کیا قراره برن، کیا قراره بمونن. از گلرا شروع میکنیم که این اسم گلر رو من هیچ وقت نفهمیدم. همه میگه می، ببین خون، یعنی الان من میخوام اسمو بخونم همینجوری میشه میگینان، ولی اسمش چیز دیگه است. اینو میدونم قشنگ اسمش چیز دیگه است. اینم داره قراردادش تموم میشه، من باش میتونم تمدید بکنم. نمیخوای تمدید کنی به گور بابات خندیدیم. اینجا میلان هر کی بخواد زرت و پرت بکنه اصلا من دکمهشو میزنم. گامشو بیرون میرانته گاف صفات، همون قرارداد تمومش لف بدی بری، خیالم راحت. دو تا دفاع چپ داریم، یکی تو هرناندزه که قراردادش هم 5 سال اصلا تمدید شده تازه و اصلا هیچ نیازی ما به دفاع چپ داخل میلان نداریم، مگه اینکه یه اتفاق خیلی خاص بخواد توی تیم
بیفته، که منم برام جالبه که رئال مادرید چجوری تو هرناندز رو از دست داد. خیلی بازیکن خوبی هم بود اون موقع هم که رئال بود. رئال ترجیح داد که با فرلاند مندی و مارسلو ادامه بده. بالو توره رو داریم که اینم که تعویضیمونه، کاریش نداریم. سه تا دفاع وسط داریم تو تیمای مختلف که دارن قرضی بازی میکنن، هیچ کاری من باشون ندارم. کیار رو داریم که 32 سالشه. من راضی نیستم اینکه کیار خیلی ما تو تیممون داشته باشیمش، اما خب بازیکن بعدی هم نیست، نیمکت نشین میخوام ازش استفاده بکنم. دو تا بازیکن دیگه داریم، رومانیولی که قدر قرضش تموم میشه من باهاش تمدید میکنم، و یکی هم توموری. یعنی دو تا دفاع وسطای ما این دو تا بازیکن هستن. مدل نجاتامون شده دو فصله، فصل اول و فصل دوم. سه فصل بیش از حد طولانی میشه و بچه‌ها خسته میشن. فصل اول من به این دو تا زوج اطمینان میکنم و به گل خورده و گیم پلی هم توجه کنیم. اگر خوب نبودن جایگزین برای این دو تا بازیکن من میارم. دفاع راست خوب نداریم، یه کالابریا داریم که من به شخص خیلی حال باش نمی کنم. یعنی دفاع راست 100% تو این قسمت سمستون میره میگره، دفاع راست درخور میلان میخواد بخره. این از این. آقا فلورنزیو داریم که دیگه سنش ماشاءالله رفته بالا، منم نیازش ندارم. خب بچا رسیدیم به زوج قشنگ کسیو تونالی که ما قبلا هم تو کریرایی که رفتیم جفتشون رو داشتیم، بازیاشون رو دیدیم، بازیکنای خوبی ان. یکیشون کسی است، یعنی کسی الان تو حال واقعی ام به بارسا لینک شده، به دو سه تا تیم دیگه لینک شده، فکر کنم حتی به تیمای لیگ جزیره ریام لینک شده. من شنیدم به یونایتد و سیتی و اینا هم، اصلا به کلا به همه تیم‌ها لینکش کردن و احتمال 90% از میلان بره، چون حقوق بالایی تو میلان میخواد. منم اینجای کارو میخوام شبیه واقعیت بکنم. اولا باهاش تمدید میکنیم و بعد میره لیست فروش. یه دونه سی دی ام هم قراره در کنار اون یکی بازیکنمون بخریم. تونالی و بن ناصر جفتشون میمونن و داریمشون. پسر خود مالدینیو داریم که سم اسنو سلطان پارتی بازی، شاید مالدینیو بازی داد. ربیچ رو داریم. ربیچ جزء اون دسته بازیکنایی که سمسونو حس جذابی بهشون نداره، اما اطمینان میکنه و نگهش میداره. یه بازیکنم یادم رفت بگم، اونم ابراهیم دیاز بود که نیستمش زیاد که مثلا بخوام الان بیارمش، ولی خب دوستش دارم. اونم میتونیم بعدا ازش استفاده کنیم. لیاو رو داریم، این پسره رو داریم که اینم بازیکن خوبیه، اینم دوستش دارم. کاستیه خب همین الان میره لیست فروش، جزء بازیکنایی که نیستمش. مهاجم نوکم نیاز داریم. اینم از اینجا کار، ترکیبمونم اینجوریه که من اینو بیارم الابلیو، تو هم بیام اینجا آر، اینا بعد یکی بگیریم. اینو مثلا برای راستمون این سایلز میکرم خوبه. یه چیزی که در مورد ابراهیم گفتم، من فکر کنم داره تو رئال الان قرضی بازی میکنه ولی تو تیم ماه، یه قرارداد قرضی 2 ساله داره با میلان. پشمام اصلا یادم نبود ابراهیم داره میلان بازی میکنه، فکر کنم میلان خریدش دوباره. اصلا مگه داداش میشه میلان بخره بعد دوباره قرضش بده به رئال؟ خب احمق رئال دوباره اسلام یکم فکر، یه ذره، یه مقدار. خب بچه اولین بازیکنی که امروز داریم واسه این که بهتون بگم واسه دفاراس کسی نیست جز آقا ماتیکش. ماتیکش بی پدر. ببین من الان عصبی شدم از این دوستان، اصلا ماتیکش جز گزینامون نبود. من این نکته وسط ویدیو میخواستم بگم، این ماتیکش بی پدر اینقدر تو جربوزه رقابت نداشتی. تیم ملی انگلیس ریس جیمز از ترن الکساندر آرنولد تا واکر ها 10 تا دفاع راست دیگه هست، بلند شدی رفتی لهستان گفتی آقا به من پاسپورت لهستانی بدید، شعورت پایینه. ولی یه بازیکن دیگه داریم، دو تا بازیکن داریم بچه‌ها. من جدی میخوام بازیکن خیلی خیلی معروف نخرم، یعنی یه بازیکنی که شاید خیلی از خیلی از بچه‌ها بشناسن. یه دونه بازیکن اینجا داریم، میلینکوویچ، سی بی ولی دفاع راستم میتونه بازی کنه. اینو میزنم که برامون دراره که حالا مثلا اوورالش چقدره، سرعتش چقدره، ایناشو همه با هم دیگه ببینیم. یه بازیکن دیگه داریم که نمیدونم قبلا داشتیمش یا نه، مثلا جای من گفته باشم. یه دونه از کریستنسن، اینم بازیکن خوبیه، حالا نمیدونم فیساس ساخته شده یا نه. یه بازیکن سوم دیگه میگیم، اونم میزنیم واسمون درن آمارشو و بعد میریم واسه خرید بازیکن بعدی. البته فکر نکنم دیگه بازیکن دیگه به جز دفاع راست الان بخوام واسش اقدام بکنم، ببینیم چی جوری میشه. بریم سراغ بازیکن سوم واسه دفاع راستمون که یه بازیکن اسپانیاییه که داخل سوسییداد بازی میکنه، اندونی است. واقعا داداش اندونی اسمت بابا، اندونی با خدای من این بیا تو تیم ما جمع کردیم کارو رفتیم تیم میشه اندونی بابا، ولمون کنه میخواد دادش. خب بچه اینم از دفاع راستمون، من با این ترکیب نیم فصل بازی میکنم بچه. من الان کلا یه دفاع راست میخوام بخرم، باقی تیم راضی هم ازش و کسی هم احتمالاً فروش برن. یه دونه خروجی داریم و حالا اون دوست یکی دو تا بازیکن دیگه هم بود که باشون حال نمیکردم و قرار اونا برن، و اگه تیم نقطه ضعفی داشته باشه نیم فصل حلش میکنم. یعنی امکان داره یهو مثلا من ببینم بن ناصر
ناصر به دردمون نمیخوره، یا مثلا رومانیولی به دردمون نمیخوره، یا ابراهیم دیاز، یهو سه تا بازیکن رو نیم فصل عوض کنیم و نظر شما رو هم حتما میخوام. کیایر نمیدونم ترانسفر لیست گذاشته بودم کیایر رو نذاشته بودم، ولی آژاکس مثل اینکه کیایر رو میخواد. موقعیت خوبیه ببینیم میتونیم یه بازیکن از آژاکس بکنیم و کیایر رو بدیم، چون کیایر رو من اصلا فیکسش نمیکنم. میتونیم دفاع راست جوان از اونجا بیاریم. نه اینا رو نیستم. 40 تا بده داداش، یه ذره رون چما تو رسانه ها داد و بیداد کنیم که حریم تو پاچت. همینو میخواد، میخواد رسانه ها هیچ کی صداش در نیاد. کر خرگاو لیاقت کیایر رو نداری، مردی که گوس من نمیخواد. آقا کیایر بمونه همون تیم خودمون. کسی چی میگی تو؟ دنبال حقوق بالای کسیه. میگم من نمیتونم گارانتی کنم تو بازی کنی تو تیم من، اونم قاعدتا میگه خب اوکی داداش فلان. بریم برای بازی اولمون که روبرو تاتنهامه، که من اینو میخوام کویکسیم کنم. یعنی اولین شروع 0-0 جلو تاتنهام، 0-0 تو اولین بازی نتایج، یعنی میتونه امیدوار کننده باشه. بذار من البته زلاتان رو بذارم تو، زلاتان داره الان بازی میکنه، ژیرو داره بازی میکنه، زلاتان من باید بیاد تو. بریم برای بازی دوم، بریم برای بازی دوم ببینیم که ببین فیک ژیرو اومد تو. خب داده ژیرو بازی قبلی، البته این بازی آسون بود. سایلز ماکرز، من اسم اینا رو پارت اول بلد نیستم، باید برم پارت دوم تمرین کنم برگردم. بازی بعدی روبرو لستر، اوکاستیه. خب پیشنهاد داره اونم دوتا. چقدر تو قیمتت پایینه پسر، تا 8400 میتونیم ببریم. برو بابا رضایتنامه اینو بزن ما بدیم بره. آقا بازیکنامون آماده شدن. یه دونه این دفاع، این اندونیه بود که 77 اوورالش و قیمتش هم خدایی منصفانه است، 17-18 میلیون بیشتر نیست، اوکی هم داره. من بذار فقط اینو ببینم، سرعت حرف سرعتش 70ه، سرعت متوسطی داره. من ارتباطی نگرفتم، اجیلیتی بالانست هم دوست دارم بدونم، بالانست هم متوسطه. این از اندونی، متاسفانه استاتس حالت اندونی داشت که من ارتباطی نگرفتم. میلینکوویچ آماده شد، میلینکوویچ رو دوست دارم ببینم. اینم اسم می کنم، این سرعت نداره آجی، اصلا همین الان گارانتی می کنم سرعت نداره. این همین الان گارانتی سرعت و اجیلیتی بالانس 50 و 40. بذار بفرستم دو نفر برن دفاراس واسمون اوکی بکنن. بذار توی این بازیکنه بود که خودم مد نظرم بود، ولی خب هیچ کدومشون رو نتونستم ارتباطی بگیرم. بریم آقا یه دست گیم پلی دوست دارم داشته باشم تو همین تایمی که آقا ما توی پیش فصل هستیم. کالابریا هم اتفاقا میخوام گیم پلیشو ببینم، شاید نظرم عوض شد. شروع بازی و خیلی مثل اینکه تاریک ورزشگاه. زلاتان با اسکیل 5 یه پاس برای بن ناصر، بن ناصری که کسیه رو کنار گذاشت. توموری، خب بچه من اتفانم گذاشتم که صدا بازی داشته باشم، اصلا یادم رفته بود. رافائلیا برای تو هرناندز، تو از دست میره. این کاستانم بازیکن بعدی نیست برای دفاع راست، امروز میتونیم ببینیم خوب کار میکنه. نه بن ناصر برای تونالی، بدون فرصت، یه پاس از زلاتان ابراهیموویچ، فرصت ابراهیم دیاز، ابراهیم دیاز میده زلاتان ابراهیموویچ. زلاتان اولین گله خودش رو تو این فصل رقابت ها میزنه، البته بازی دوستانه است، اما خود زلاتان پاسو داد به ابراهیم، اون شد پاسش رسید به زلاتان ابراهیموویچ. بارنز یه تکل، توماری زرنگ بازی در آورد لحظه آخر. تو چرا گل رو آوردی جلو؟ ابراهیم دیاز، شاید نقطه عطف میلان همین ابراهیم دیاز و زلاتان ابراهیموویچ باشن. یه پاس خوب، فرصت برای میلان، نشد که بشه. توماره وسط پایان نیمه اول. آقا من دوستم یه بازی تو لیگ انجام بدیم، دوست دارم این پارت بدون گیم پلی چیز باشه. اینو بذار چون بازی دوستانه است، ما جام تو ریزالت بکنیم بچه ها و ببینیم چی میشه، میبریم یا میبازیم. بله باخت و آقا رفتیم سمی فینال رو به روی چیز، اصلا واقعا دوستان است برای من ارزش داره. ما هر چیز زودتر به ایتالیا برگردیم استراحت بیشتری بکنیم بهتره. خب بچه کسی دو تا پیشنهاد داره که جفتش هم از ایتالیاست، من به تیم رقیب بازیکن نمیدم. یعنی ایتالیا بره، یعنی مثلا بخواد کسی بره مثلا لالیگا، بره پریمیر لیگ، نمیدم الان اصلا نمیتونم تیمای دیگه رو تقویت کنم. بذار ببینم کسی رو پیدا کرد. اوریس جیمز و نلسون سمدو، سمدو هم بچه خوبه ولی یه مشکلی
خیلی داره سرعتشو تو این فیفا خیلی آوردن پایین. سرعتش بالا 90 بود، 92 بود فکر کنم، کرنش 80 82، اصلا خیلی وضعش خراب شده. بریم برای این بازی ژیرو فیکس میشه، چون که زلاتان یه ذره خسته است، سن زلاتان هم بالاست، امکان مصدومیت زلاتان هم هست. یه درصد دیدی زلاتان مصدوم شد، لاکار موندیم و حذف شدیم. بهتر آقا برمیگردیم ایتالیا، خودمون رو برای لیگ آماده میکنیم و اصلا مهم نیستین، ما فقط اومدیم یه 4 دست بازی کنیم، بچا گرم باشن واسه یه لیگ. کسی این سری از بارسا پیشنهاد داره؟ یه ذره شبیه واقعیت شد در دقیقه پیشنهاد بارسا، چون شنیدم به بارسا لینک شده و حتی دارن توافقم میرسن. من پیشنهاد اولم 110 میلیونه، یه ذره شاید مثلا زیاد. آجی جابی اذیت نکن، 95 خیرشو ببینی عشق منی. بسیار عالی، 95 میلیون آقا کسی رو ما دادیم، نزدیک همون شما 100 میلیون 5 تومن هم به خاطر عشقی که من با آقا جاوی دارم شما حساب کنم و تخفیف دادیم مثلا. خب بچه کالابریا کارهای لونش انجام شد، یک فصل فرستادیمش هوفنهایم و اوکیه، ما راضی هستیم. دفاع راست جدید آقا کاستانه رو داریم. فهم بیساکا که نمتو دارمیان چقدر پیر شد آجی. دارمیان زمانی استعداد بود تو کریر، قشنگ دارمیان پیر شد، پشمام دلم یه لحظه گرفت. دارمیان فکرم تو یوونتوس هم بود. اوه گایا، هیچ وقت تو کریر گایا رو نخریدم ولی واقعا بازیکن خوبی بوده گایا. آقا بریم برای خرید گایا، ناموسن یه بازیکن خفن. دفاع راستم من به زورم شده بازیش میدم، شما کار جمع کن نگاه کن چیکار میکنم. 5 میلیونی ما پولم داریم. ببین من 60 میلیون شرف میلان وسط قبول کرد، سلطان گایا اومد. حاج گایا بگی بشین، بگی بشین صندلی بده عقب آقا، خواهش میکنم بشین. من 100 تا میدم، یه میلم بهت شیرینی میدم بابا بنازم. سلطان گایا خوش اومدی. سلطان گایا اصلا دفاع راستم میتونه جمع بکنه. من فقط یه چیزی در مورد گایا نگاه بکنم، اینکه پستش هم بتونیم عوض کنیم بیاریم دفاع راست خیلی خوب میتونه بشه. پوزیشن دفاع راست 2 هفته بیشتر طول نمیکشه و باگی که خورد و دیفنسیو واید بک هم بذاریم، یه مهاجم نوک ارزون بخریم. اوه 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 الله یارو هستم زیاد، ولی الان قرضیه تو فنرباخچه یا اولفرد. به به الله یار، الله یار، الله یارت باشه. رندال 77 رندال و سمسنو میره براش. اونای امری 34 میلیون، بابا دمت گرم، دمت گرم. ولی من میخوام بهش بگم که تو تعویض اصلا کلن دل به این خوش نکنه فیکس باشه. برو بریم برای بازی اول روبرو فیورنتینا. فیورنتینا یه کاری میکنم بری پیش فامیلای تینا. بریم برای بازی گایا رو نشون. اوه اوه گایا رو، اوه گایا، آهای ای جان ای جان، آهای گایا. آوریم واسه بازی برایم دیاز، هنوز بازی شروع نشده. یه دونه اونجا کایخو، بدبخت شد میلان. تو گایا نجات میده. بی پدر به اسم توماری بی پدر. نیکولاس گونزالس، کایخون فرصت، توری را به گل میرسونه فیورنتینا رو. تئو رو میبینید، به تو زد، تئو به تو زد، فرصت. زلاتان ابراهیموویچ، زلاتان ابراهیموویچ میره جلوی دوربین و دماغشو میکنه تو لنز دوربین. همه چی از تئو هرناندز شروع شد، به تو زد، نگاه کرد که چجوری پاس بده، جایگیری بعدی هم که از کرد راگوفسکی و ضربه خوبی به توپ زد زلاتان ابراهیموویچ. و تنها بازیکنی که میتونم بگم خیلی بد بازی کرد توماری بود، اصلا محوه توی بازی توماری. فرصت و گلری که توپو میره. عویز بعدی که اصلا الزامیه آوردن بیرون توماریه. توماری فعلا من ارتباطی نگرفتم. کیاه رو برداریم بیاریم، شاید 4 تا توپگیری کرد. دوباره فرصت برای میلان، دوباره فرصت برای زلاتان ابراهیموویچ. یه پاس خوب واسه تئو هرناندز. تئو هرناندز چقدر بیراقی امشب خوب بازی کرد، چقدر خوب بازی کردیم بیراقی. 2 دقیقه آخر کلو مانی به جای زلاتان ابراهیموویچ به بازی میاد، بازیکن جدیدی که
خریداری شده. خب بچه بازی اول باختیم و خیلی خوب نبودیم. من یکی دوتا نکته ریز و کوتاه میخوام بهتون بگم. یه گزینه ریستارت داره و قدیم هم یادمه باید کوین میدادی اون موقع بالا یه سری پولا بهت میداد، بعد این ریستارت رو با اون باز میکنی. من مثلا دو سال پیش قبل از اینکه ویدیو هم بسازم این کار رو میکردم، ولی الان داریم باز، یعنی الان داریم یه داستان رو طی میبریم. این کار رو اصلا نباید بکنیم. خیلی بد بود، خیلی بد بود برای اولین بازی و دوست دارم که یک دست دیگه ما بازی بکنیم. پیشنهاد بدید برای تیم، پیشنهاد بدید برای هم نیمفس همین پنجره. اگر بتونم شاید مثلا یه بازیکن دیگه اضافه کنم. 64 میلیون داریم. بازی بعدی با بولونیاس. برو بریم برای بازی. بازم بازی تو زمین ما بچا، یعنی خیلی پش میزونه این ماجرا که دوتا بازی تو خونه ما داره برگزار میشه. آه خوش اومد. این کلومانیه بچا، بازیکن جدیدی که خریدیم. بدک نیست. فرصت یه دونه تو یه پاس خوب از رومانیولی. وای وای، پاسش تند و تیز نبود. اگر یه هافک بود مثل تونی کروس شاید تو مار. یه دونه توپ گیری خوب ازش دیدیم. پاس خوبی بود، پاس خوبی بود. توماری جبران میکنه. گلی که بازی قبلی به خودشون زد. یه پاس گل میده به ابراهیم دیاز. خیلی خوب پاس گل اومد واسه ابراهیم. تمرکز که یه ضربه زمینی به سمت چپ دروازه. یه تکل اونجا میزنه که توپو بگیره. سانسون توپو اونجا گره. آروم زاده ای بیش نبود یار ناتوویچ. یه پاس خیلی خوب واسه رویچ. چه گلی میزنه ابراهیم دیاز، چه گلی میزنه ابراهیم دیاز. عقده‌هاش روی توپ خالی میکنه ابراهیم. نشون میده که بازی بازی کیه. نگاه کنیم چقدر رویچ تعویض طلایی پاسو داد. دو تا چهارتا که کجا هم زد. به زیر توپ میزنه. وقت هست. یه دونه شوت از رویچ. وقت هست. یه فرصت. بابا زلاتان بزن. موقعیت آخر تو کتم نرفت، تو کتم نرفت. خب بچه ها دمتون گرم که این قسمت رو دیدید. قطعا قسمت های بعدی من بیشتر یهو با یه تیم جدید دادم روبرو میشه. بعد ببین یه چیز جالبی که داره، اجلیتی بالانس خیلی مثلا ندارن، یه ذره سنگینه گیم پلیه، نمیدونم چرا، ولی کم کم دارم با تیم اوکی میشم و دیگه فصل اولم هست. خیلی خریدم نکردم، با همون ستون تیم داریم میریم جلو. بجز یه دونه گایا من خرید دیگه ای نداشتم. 100% نتایج بهتری میگیریم توی ویدیوهای بعدی. من میخوام همه چی طبیعی بره جلو، واقعا میگم، یعنی میخوام ترتمیز کار در بیاد، نه اینکه همه بازی ها رو من ببرم از اول یه چیز مصنوعی ما بخوایم بسازیم. و جالب نمرمون هم 90 اون بالا، یعنی از همون راضیه. آقا دمتون گرم، خیلی دمتون گرم، خیلی مرسی، قربونتون، خدا نگهدار.